صبح عالیتان متعالی، برگشتیم در لحظات اخیر برنامه قرار داریم و خوشبختانه که حضور جناب استاد حبیب الله شریفی، کارشناس مسائل تربیتی را هم با خود ما در برنامه داریم و روی موضوع کودک آزاری صحبت میکنیم. یکی از موضوعات مهم و در حال حاضر در جامعه ما برای بحث و جای برای گفتگو داره. اینکه کودک آزاری چی هست و چه چیزی باعث میشه که کودک ما دچار آزار و اذیت میشه، امروز صحبت خواهیم کرد و امیدوار هستم که شما هم بیننده و شنونده و ما را تا آخرین دقایق بحث همراهی کنید. صبحتان بخیر جناب استاد، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام درود و تحیات خدمت شما خانم مصباح و همه دستاندرکاران این برنامه و خدمت همه خانواده ها و همه کسانی که برنامه را احیانا میبینن و برنامه را دنبال میکنن، با کمال افتخار در خدمت شما هستم. زنده و سلامت باشین جناب استاد، افتخار بخشیدین از اینکه امروز در برنامه ما حضور پیدا کردین. موضوعی که انتخاب کردیم کودک آزاری هست. از شما میشنویم در رابطه با خود کودک آزاری و مشخصا روی واژه کودک آزاری اگر بیشتر بگیم. بله، یکی از موضوعات همان گونه که اشاره شد بحث کودک آزاری هست که متاسفانه در تمام جوامع، از جمله در جامعه ما، اگر یک دقت داشته باشیم به صورت بسیار خطرناک و جدی وجود داره. خب ما قبل از اینکه به اون مباحث بپردازیم، یک تعریف از کودک آزاری داشته باشیم که اصلا چه چیزی هست و کودک آزاری به چه معناست. خب کودک آزاری مثل بسیاری از اصطلاحات و واژه ها و مسائل دیگر تعریف گوناگون و مختلفی دارد. هر دانشمند یا هر جامعه متناسب به سطح فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و سایر گزاره ها یک تعریفی ممکن است از یک پدیده داشته باشد. اما به صورت مشخص تر تعریف را که سازمان بهداشت جهانی از کودک آزاری نموده است که به نظر می رسد یک تعریف نسبتا جامع است، این را خدمت شما عرض میکنیم و توضیح میدیم. در تعریف سازمان بهداشت جهانی آمده است که کودک آزاری هر گونه بدرفتاری فیزیکی یا عاطفی، سوء استفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود. از این تعریف به دست می آید که ما به صورت کلی در چند ساحت و چند بود در مسئله کودک آزاری مواجه هستیم. یک بحثش بحث فیزیکی و جسمی هست. که اگر خانواده، والدین یا معلم و مربی یا هر کسی به لحاظ جسمی و فیزیکی به کودک آسیب برساند، حالا تنبیه بدنی باشد یا سایر روش های مجازاتی جسمی، این کودک آزاری است. دومین بخششم بخش عاطفی یا روحی روانی است که به لحاظ روحی روانی اگر یک شخصی یا خانواده یا هر کسی کودک را مورد آزار و اذیت عاطفی و روانی قرار بدهد، این هم کودک آزاری به حساب می آید. به صورت مشخصتر و نمونه ها مثلا تحقیر کودک، مقایسه کردن کودک با دیگران، ترساندن کودک و سایر چیزهایی که یا به عبارت دیگر هر کاری که به لحاظ عاطفی و روانی کودک را مورد آزار و اذیت قرار بدهد، این کودک آزاری به حساب می آید. بعد دیگری که بسیار مورد توجه قرار گرفته است متاسفانه در تمام جوامع، از جمله در جامعه ما هم وجود دارد، مسئله غفلت است. غفلت به صورت واضح‌تر و دقیق‌تر خانواده‌ای که نسبت به امنیت کودک، نسبت به سلامت کودک، نسبت به تعلیم و تربیت کودک، نسبت به آینده کودک غافل هستند، این به لحاظ همین تعریف سازمان بهداشت جهانی انجام داده است، این یک نوع کودک آزاری است که متاسفانه در جامعه ما این مسئله غفلت بسیار شایع و وافر هست. اگر ما نگاه کنیم برخ از خانواده ها فکر میکنند یا اصلا در جامعه این فرهنگ ایجاد شده است که صرفاً وظیفه والدین به دنیا آوردن کودک است. همین که یک کودک را به دنیا آورده است، دیگر به تحصیل او، به تعلیم او، به سلامت او و به امنیت روحی و روانی او و سرنوشت او هیچ گونه توجه ندارند. شما در سطح شهر کودکان را می‌بینید که در سنین بسیار پایین
گرفتار زباله‌گردی به سرنوشتی و هیچ گونه توجهی نسبت به سلامتی و سایر مسائلی که ذکر کردن صورت نمیگیره. این یک مسئله است که باید توجه شود. یا دیگر مسئله جنسی هم در کودک‌آزاری بسیار مهم هست و اگر این بحث رو به صورت بازتر کنیم، هر گونه آزار وضعیت جنسی که نسبت به کودک صورت میگیرد، این خودش کودک‌آزاری هست که متاسفانه با توجه به تابو بودن مسئله جنسی در جامعه مانند افغانستان و جوامع شبه افغانستان به صورت یک درد خاموش و مشکلات خاموش در جامعه هست، ولی به صورت تابو و به صورت یک مسئله که نباید گفته شود درباره این صحبت نمی شود. پس به صورت کلی اگر خانواده یا معلم یا مربی یا هر کسی در بود فیزیکی و روح روانی و جنسی یا نکته دیگر که حالا فراموش نکنیم، استثمارگری کودکان دست به این کار بزند، این کودک آزاری به حساب میاد. استثمارگری کودکان به این معنا که از کودک که زیر 18 سال در نظر بگیریم، حتی در کارهای شاقه یا هر کاری که متناسب با سن و سال او نباشد، این یک نوع استثمارگری هست که اینها تحت شامل بحث کودک آزاری می شود. بله دقیقاً. جناب استاد، حالا این کودک آزاری که شما هم اشاره داشتین به او، این چه اثر پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ متاسفانه کودک آزاری در هر ساحتی که صورت بگیرد، در همون بخش و در بخش های گوناگون آثار و پیامدهای بسیار تلخ و ناگواری دارد. مثلا اگر کودک آزاری در بحث جسمی و فیزیکی باشد، آسیب رساندن به جسم کودکان هست. شما گهگاهی کودکان را میبینید که متاسفانه مشکل جسمی دارن و فیزیکی دارن که ناشی از یک برخورد بد و صدمه رساندن والدینشان یا برخ از معلمان و مربیان. در بعد روح روانی خوب بسیار آثار و پیامدهای خطرناکی دارد، از جمله گوشه‌گیری، احساس ترس، بی‌امنیتی، اختلال در خواب، اختلال در رشد، اختلال در فرایند زندگی، همه تحت تاثیر همون کودک‌آزاری عاطفی است. در مسئله جنسی هم که گفتم متاسفانه خیلی بحث نمی شود، بلوغ زودرس و صدمه‌های روحی و روانی و ترس و یادگیری، بخش زیاد از کودک‌آزاری ها تبدیل به یادگیری می شود. اگر یک کودک واقعا مورد آزار و اذیت جنسی یا جسمی قرار بگیرد یا عاطفی، این به نحوی اون را منعکس می کند و اعمال می کند نسبت به کودکان دیگر و در سطح بالاتر سطح جامعه. خیلی باید ما متوجه باشیم که آسیب رساندن به کودک یعنی آسیب رساندن به جامعه و تمام ساحت‌های جامعه، چون او یاد می‌گیرد که وقتی خودش مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، دیگران را هم مورد آزار و اذیت قرار بدهد. اصولا ناهنجاری‌های بسیار بزرگی از افراد بزرگسال که اینها انجام دادن و در موارد در کشورهای مختلف وقتی رخ داده است، اینها را وقتی که بررسی کردن، همون ناهنجاری هایی را که اونا نسبت به دیگران اعمال میکردن یا انجام میدهن، اینها در سنین کودکی دقیقا با همون مشکلات و گرفته ها را مواجه بودن، حالا یاد گرفتن نسبت به دیگران اعمال میکنند. این چیز آثار و پیامت هایی است. به هر حال بحث بسیار مفصل است، انشاءالله در یک برنامه دیگر اگر شد، هر بود از ابعاد کودک‌آزاری رو ما در نظر بگیریم، به همون میزانی که او کودک مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، به همون میزان آثار و پیامدهای روحی، روانی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه دارد. بله دقیقاً. با توجه به صحبت‌های شما جناب استاد، شاید هم یکم این سوال نزد خیلی از خانواده‌های عزیز هم خلق شده باشه که حالا راهکار چی هست برای جلوگیری از این کودک‌آزاری؟ بله خب، بحث اساسی همین هست که ما مشکلات و معضلات و ناهنجاری هایی که در جامعه میبینیم و مشاهده میکنیم، باید یک راه حل پیدا کنیم. ما کودک‌آزاری را در ساحات های مختلف در جامعه مشاهده میکنیم، کودکان را میبینیم که به تعبیر علمی زباله گردی میکنن، در بین زباله ها زندگی میکنن و یک چیزی ناچیزی به دست میآورن و حتی از اونها استفاده میکنن که واقعا صحنه های بسیار رقتباری هست. خب راهکار به چند صورت است. یکی راهکارها و آموزش های لازم به خود والدین، مربیان و معلمان هست. همین نکته را ما باید مورد تاکید قرار بدهیم، خصوص برای خانواده های عزیز که وظیفه یک زن و شوهر یا یک والدین صرفاً به دنیا آوردن کودک نیست. اونها نسبت به سرنوشت کودکان در بخش های مختلف
وظیفه و مسئولیت دارن. مهمتر از این که باید بفهمن که چه چیزی برای کودک خوب است، چه چیزی برای کودک بد است. اگر یک خانواده صرفا یک کودک را وادار کند به زباله‌گردی، حالا یک پول ناچیزی هم به دست بیاورد، آیا جان او، حیثیت او، حرمت او و کرامت او برای این خانواده ارزش ندارد و خدمون پول را میبیند؟ شاید برخی از خانواده ها نسبت به این مسئله واقعا آگاهی لازم را نداشته باشند. دومین نکته هم آموزش های لازم به خود کودکان هست. یعنی ما به هر میزانی که بتوانیم کودکان را با حقوقشان، با سبک زندگیشان، با مهارت های زندگی آشنا کنیم، اینها می توانند نسبت از حقوقشان دفاع کنند و در مقابل برخ از ناهنجاری ها مقاومت کنند. یک مثال ساده خدمت شما عرض کنم. در مسئله جنسی خب باید به کودکان آموزش داده شود که یک شخص غریبه، حتی اقارب و نزدیکان در چه حد می توانند و اجازه دارند که بدن یک کودک را لمس کنن یا لمس نکنن. این چه اینها چیزهایی است که متاسفانه در جامعه ما گفته نمیشه و به عنوان یک تابو هست و بعد آمارهای بسیار خطرناکی وجود داره که بسیار از کودکان مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن. و دیگر این که ما باید سطح فرهنگی و نوع نگاه جامعه را باید ارتقا بخشیم که نسبت به یک کودک همه افراد جامعه احساس مسئولیت کنند. همه باید کودک را و این موجود لطیف و نعمت خدادادی را باید به گونه نگاه کنند که اگر یک کودکی در هر جامعه هر مشکل پیدا میکند همه احساس مسئولیت کنند. بله واقعا خیلی سپاس از شما جناب استادی که امروز حضور پیدا کردین، واقعا به نکات خیلی خوبی اشاره کردین که انشاءالله همه خانواده های این کار را یاد بگیرن. و بسیار خوشحال و مسروریم که لحظات در خدمت شما خوبان بودیم. امیدواریم که مفید واقع شد. سلامت باشین. تشکر.